در عالم عالمی که که آن آن را را فیه متریالیزم المادیه فرا گرفته و است، چنین فکرت میپندارم فیه که عالم و العقول قانونهای الحسیه آن تابع عقل و فتح تفکر ابواب نیستند، درهای التشکیک شکراب شدند، للثوابت زیرا در ثابت والبدیهیه بدن آن که وطفقت تغییر نمییابد نقجات و الالحاد حاصل آن در کسبشان، تبقو اگرچه با اقوام آن عالم محتاج هستند اسلامی و یا نه، شرک وتستهدف کردند. الشباب موجهای المسلم اتئیستی درهای مرددا عالم اسلام را کوفتن تساؤلها گرفتند و المتهافت جوانان القدیم مسلمان را هدف هل خود الدم قرار داده موجود سوالهای به ومع ارزش كون کهنه خود را وجوده تکرار تعالی میکردند. آیا وربوبیته الله موجود لخلقه است؟ با این همه اظهر می ما دانند فی که الله الوجود تعالی موجود و سروعا و اقبح پروردگاری ما همه فیه خلق است که بیانا آن با سطح فان بلند الایات به آنها روشن الشرعیه است. آن چیزی که والکونیه آنها در این قد مسئله جاءت بیان دارند باوضح واضح است. الادله البته علی آیتهای وجوده شرعی و کونی سبحانه آمده است که فالافتقار آن دلالت به الباطن موجود بدن والموجود الله داخل سبحانه نفس و تعالی كل را می کند. انسان پس ضعیفی یکفی اراده در دلیلا داخل علی هر نفس وجوده انسان موجود است سبحانه و دلیل ويظهر برای هذا موجود بدن الافتقار الله سبحانه و الفطري تعالی واضحا نفس هر جليا انسان عند کفایه است. و الشدائد این نارسایی والابتلاء و به حيث ارادگی يجد فطری در وقت الانسان من نفسه مصیبت و سختی ها ضرورة و بلاها بالتوجه رفشن الى جلو می الله دهد. تعالى زیرا انسان وندائه در نفس خود رو واستغاثة آوردن به الله به تعالی را قال و از او تعالى پرسیدن را واذا لازم و از ضرورت می مسه داند و از او طلب الضر یاری می فی کند. الله سبحانه و تعالی فرمود: و چون در دریا سختی به شما برسد، غیر الله هر کی را می خونید، پس چون شما را به سوی خشکی خلاص سازد، روگردان شوید و آدمی ناسپاس است. سوره اسراء آیه 67. همچنان که روشن است، عقل سالم اقرار بر آن است كما که ان برای العقل هر السوي مخلوق خالق و يقرر برای هر چیز بوضوح نو انه سازنده لا است. بد پس لكل خلق بی مخلوق خالق من و چیز خالق نو بی سازنده ولاتحاد وجود من ندارد. محدث الله فلا تعالی می خلق فرماید: بلا آیا خالق به هیچ ولا حادث آفریننده بدون آفریده محدث شدند؟ قال یا آنها تعالى خود آفریدگارند؟ آیا آسمان ها و زمین را آفریدند؟ بلکه آنها باور نمی کنند. سوره تور آیت 35 و 36. آنها دو امکانیت فهمیدن دارند، نه سه تا. یا اینکه خلق با طور فهم منتظم و احتمالان الى بردوام ثالث به لهم یگان آفریدگار اما پیدا می شوند که این از جهت عقلی بديع غیر امکان المنتظم است. یا اینکه من غیر مخلوقات آنهایی خالق هستند که نفس خود مستحیل و هم مطلق آسمان ها و زمین واما را ان آفریدند یکون و این الخلق امکان هم ناپذیر است. الذین و خلقوا برای چی هیچ انفسهم کسی چنین دعوا وخلقوا نمی کند؟ السماوات پس تعیین والارض کردن آفریدگار وهذا بر این اشد عالم استحاله واجب است ولم و آن يدعه الله احد سبحانه و تعالی است. و فتعین هر ان کسی که یکون درباره لهذا آسمان الكون و موجود پهنایی آن وخالق و آنچه در آن است و درباره آفتاب و سبحانه مهتاب و وتعالى ستاره ها و سیاره ها و وتأمل سیر و انتظام السماء و واتساعها درستی جریان آنها را در این وما فلک فيها بزرگ شمس و هم درباره زمین و والنجوم تغییر یافتن والكواكب شب و روز در وانتظام یک نظام دقیق سیرها و گوناگونی وتجاویان حیوانات و درنده فيها های روی الى فلك زمین و العبور نباتات آن وتفكر في که از الامر یک آب آبیاری می شوند بالليل و آنها در جسم شکل و والنهار رنگ از یکدیگر فرق می کنند و در دایره ها و آنچه در داخل آن است و موج ها و مخلوقات عجایب که باید اندیشه کنیم. و هر کسی که با این همه کمی اندیشه بکند به موجود بودن آفریدگار و قدرت او یقین پیدا کند، زیرا الله تعالی پاک است. در قرآن فرمود: به درستی پروردگار شما آن الله است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، باز بر عرش مستقر شد، شب را به روز می پوشاند، یکی دیگر را با شتاب می طلبد و آفتاب و ماه و ستاره را آفرید که با فرمان او رام شدند. آگاه شو، او راست آفرینش و فرمان روایی. الله پروردگار همه عالمیان به نهایت بزرگ است. سوره اعراف آیه 54. پس با تپیدن هر قلب می تپد و فطرت هر زنده و شواهد حسیات و دلیل و برهان عقل شهادت می دهند که آفریدگار بزرگ و حکیم موجود است، مدبر این جهان. پس وا عجبا، چطور به الله تعالی اطاعت نکنیم یا چگونه آن را انکار کنیم؟ و الله تعالی به همه چیزی حرکت کننده و حرکت نکننده را می داند و همه چیز علامت یگانه بودن الله تعالی را دارد. وفي كل تسكينة شاهد
وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد.